روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه در گزارشی به این بهانه به مقامات فرانسه و برگزار کنندگان افتتاحیه این بازی ها حمله کرده روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان المپیک فرانسه افتضاح پشت افتضاح مدعی قطع سراسری برق در پاریس شده این روزنامه بازی های المپیک فرانسه رو یک آبروریزی تمام ایار برای دولت امانوئل ماکرون نامیده همچنین با استفاده از ادبیاتی توهین‌آمیز نسبت به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی حضور اونها در مراسم افتتاحیه رو خجالت دونسته در بخش دیگه از این مطلب کیهان تحریم نکردن ورزشکاران اسرائیلی در این بازی ها رو استاندارد دوگانه و بیتوجهی محض درخواست های بین المللی توصیف کرده و همچنین مدعی شده که به خاطر ترس از بمبگذاری مرکز رسانه المپیک تعطیل شده بوده این روزنامه زیر نظر علی خامنه ای درباره آنچه بیهجابی اجباری نامیده هم مدعی شده این موضوع در فرانسه تنها به بازی های المپیک محدود نمیشه و برخی از اتحادی های ورزشی فرانسه به طور کلی هجاب رو در مسابقات ممنوع کردن در همین رابطه همراه بشیم با همکارم نیلوفر پور ابراهیم از فرانسه نیلوفر ادعای عجیب و غریبی رو کیهان در واقع داشته در این مقالش چقدر با واقعیت تطبیق داره این ادعاها؟ که باید قبلش بگم که کمپین ها یا کارزار های ضد اطلاعات یا اطلاعات غلط در مورد مسابقات المپیک از قبل از این مسابقات شروع شده از طرف کشورهای مختلف از جمله روسیه که به طور مشخص برنامه های رو داشته و دولت فرانسه برای مبارزه باهاش بسیار تلاش کرده ولی اطلاعات به این شکل غلط با ادبیات بسیار زشت میتونیم بگیم داریم میبینیم از طرف کیهان مطرح میشه در مورد کسانی که در این مرا مراسم به خصوص افتتاهیه شرکت کردن چیزی که کیهان ازش به عنوان افتضاح برای دولت ماکرون یاد میکنه تقریبا کسی در فرانسه قبولش نداره به خاطر اینکه در نظرسنجی هایی هم که انجام شده 86 درصد مردم فرانسه مراسم افتتاهیه رو موفقیت آمیز خوندن کسانی که به سر سطح مسابقات رو افتتاحیه رو دیدن 86 درصدشون گفتن که اون رو پسندیدن و 96 درصد در واقع از اون راضی بودن بنابراین میبینیم که آمارها چیزی رو که کیهان داره مدعی میشه در واقع قبول نداره حتی 76 درصد کسانی که در سطح بین المللی مسابقات رو تماشا کردن اون رو یکی از به ترین مراسم افتتاحیه تاریخ المپیک توصیف کردن بنابراین با وجود انتقادهایی که به بخشهایی از این مراسم بوده اما در مجموع ازش راضی بودن بحث در مورد قطع سراسری برق صحت نداره در پاریس قبل از مراسم افتتاح یا در زمانش برای ده دقیقه در چند نقطه از پاریس برخ برخی از مشترکان یکی از اپراتورهای تامین کننده برق قطع شده بعد از به سرعت در واقع مشکل فنی رو حل کردن و برق برگشته بنابراین این ادعای قطع سراسری برق هم درست نبوده هرچند که میدونیم مشکلاتی در خرابکاری ایجاد شده مشکلاتی در تاسیسات حمل و نقل ریلی فرانسه ایجاد کرده بود بحث بسته شدن مرکز رسانه المپیک هم خبر اشتباه و غلطیه برای دقایق یک مرکز دیگه که یکی از فنزون ها هست به دلیل نگرانی از وجود احتمالی بمب تخلیه شده و دوباره به کار خودش ادامه داده بحث هجاب ورزشکاران هم موضوع دیگه ای که خبرساز شده بود ورزشکار بله. یا دونده مسلمان فرانسوی که گفته شده بود نمیتونه حضور داشته باشه با کلاه در مراسم افتتاحی حاضر شده بود و اگه تصاویر او رو ببینیم معمولا با تاپ و شلوارک مسابقه میده و با کلاه و مشکلی در این زمینه نداره